از روزی که خمینی بر سر کار آمد تا همین امروز، رویارویی سازمان مجاهدین خلق ایران با او و نظام باقی مانده از او بر سر حق حاکمیت مردم بوده است. خمینی از همان روز اول به دنبال قبضه قدرت و برپایی حاکمیت آخوندی بود و در نقطه مقابل مجاهدین از کثرت گرایی و آزادی در اشکال مختلف آن دفاع می کردند. آخوند مصباح یزدی از تئوریسین های رژیم در یکی از سخنرانی های خود درباره نظرگاه ولایت فقیه درباره حکومت اینطور گفت: کسی واجد شرایط باشه تا ارزن از طرف امام نباشه صلاحیت هم داشته باشه، همه مردم قبولش داشته باشه، او حق حکومت کردن رو اونها نداره. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حق بدن؟ در یک بررسی کلی، نظام ولایت فقیه در طینت و فطرت و بنیادهای فکری خود از اساس به مقوله حقوق بشر اعتقاد ندارد و آن را محصول یک فکر الحادی می داند. بر این اساس بر حقوق بشر یک پسفند اضافه کرده است تا در حقوق بشر اسلامی قوانین ضد بشری خود را بگنجاند و توجیه کند. از منظر خمینی به عنوان بنیانگذار و تئوریسین این نظام، جامعه در حکم صغار و ولی فقیه در حکم قیم آنان است. یعنی رابطه عبد و ولی یا بنده و ارباب بین این دو برقرار است. به جای رأی دادن، باید سرسپار بیچون و چرای نظام بود. قضیه ولایت فقیه یه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشه. ولایت فقیه یه چیزی خدای تبارک و تعالی درست کرده. همون ولایت رسول الله هست و اینا از ولایت رسول الله هم میترسن. مفاهیمی مانند دموکراسی و پارلمان مقتوش کننده ولایت فقیه است و آزادی احزاب باعث ایجاد فتنه میشود و آزادی های فردی فساد به بار میآورد. حکم فضای مجازی نیز از پیش تعیین تکلیف است. جمع‌آوری آنتن های ماهواره، بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان، فیلتر کردن سایت های اینترنتی، دستگیری و شکنجه هر صدای مخالف بخشی از حقوق بشر اسلامی هستند که دبیر ستاد حقوق بشر در قصابخانه قضایی به دفاع از آن مشغول است. در واقع تعارض ولایت فقیه با کثرت‌گرایی و آزادی یک تعارض ماهوی است، یعنی وجود یکی در گروه نفع دیگری است و برعکس. شورای ملی مقاومت در نقطه مقابل دیکتاتوری ولایت فقیه خواستار یک ایران دموکراتیک و کثرت‌گرا است. ایرانی که در آن هر کس حق دارد در تصمیم گیری بر سر مهمترین امور سیاسی جامعه شرکت کند و حق تغییر حکومت برای مردم محترم باشد. ایرانی که در آن هر عقیده، هر حزب و اجتماع و هر تشکل و سندیکا آزاد است و قلمی شکسته و زبانی بریده نمی شود. جامعه‌ای که بر اساس احترام به حقوق بشر بنا شود و در آن از شکنجه و اعدام خبری نباشد. ایرانی با یک نظام اقتصادی جدید مبتنی بر فرصت‌های برابر برای همه مردم که جایی برای غارت نجومی آخوندها باقی نگذارد و یک دادگستری و دستگاه مستقل عدالت بر اساس استانداردهای به رسمیت شناخته شده بین‌المللی. بگذارید بار دیگر تصریح کنم که هدف این جنبش به دست گرفتن قدرت به هر قیمت نبود و نیست. هدف ما تضمین آزادی و دموکراسی به هر قیمت است و همچنان که بارها گفته‌ایم، همین که بر سر مزار شهیدانمان در خاوران باشیم برای ما کافی است. آرمان ما آرمان آزادی، برابری و حق رأی مردم است و هدف ما یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت است که در آن همه ادیان و مذاهب از حق مساوی برخوردار باشند. و برنامه ما در این سه کلمه خلاصه می شود: آزادی، دموکراسی و برابری.